سوال بعدی این هست، آیا این آیات گواه بر این هستش که آدمی هیچ اختیاری و اراده‌ای نسبت به خودش نمیتونه داشته باشه؟ ما در کتاب پیدایش باب 2 متوجه میشیم که خداوند باغ عدن رو به انسان، به آدم میسپاره و به اون میگه برو حتی اسم موجودات، حیوانات رو تو بذار، و به اون میگه در بین اونها همسر خودتو انتخاب کن. خدا رو شکر آدم واقعا آبرون ما مردا رو خرید، چون با هیچ حیوانی نیومد بگه دور از جون خانوما بگه این زن منه. خداوند حداقل اونجا به خودش گفته به به انسان خوبی رو آفریدم، انقدر باهوش بود. پس این اختیارات رو داده و خلاقیت ما، اختراعات ما، این همه اکتشافات نشون میده که خدا انسان رو آزاد آفریده. هرگز خدا نخواسته که انسان مانند خیمه شب بازی تو دست اون عروسکی باشه که خدا داره انجام میده. خدا انسان رو آزاد آفریده. از نظر من کلام خداوند بهترین پیشنهادات رو به انسان داده، بهترین پیشنهادات رو، و درش هیچ جبری نیست، هیچ دستوری عمل امری نیست. اما کسی که ذهنش عوض میشه وفادار به این کلام خدا هستش، این کلام خدا رو اون موقع اطاعت میکنه، بهش وفادار خواهد بود و توی بهترین موقعیت میتونه توی زندگیش استفاده کنه. تا اون موقع تحت اراده آزاده خود، نه تحت اراده دیگران خیر، بلکه تحت اراده خدا زندگی کنه. چون وقتی که از انسان آزادی گرفته میشه نسبت به باورهاش، اون شخص 100% حیله‌گر و ریاکار میشه. و عیسی مسیح صحبت هستش با فریسیان همین بود، چون فریسیان آزادی نداشتن، چون آزادی نداشتن تمایل به این داشتن که به دیگران وانمود بکنن آنچه که در کلام خدا هست، اما قلباً هرگز با اون نیز رابطه نداشتن که تحت اون پوشش قرار بگیرن. همه ما تجربه کردیم ضرب المثل های ما، داستان های ما و حتی اشعار ما گاهی گواه بر این هستش که ما تحت اراده آزاد خودمون اشتباهات کردیم، غرور داشتیم، جبری باعث شده ما کاری رو انجام بدیم، بی حکمتی کردیم، ترسیدیم، ضعیف بودیم، دلسوزی های ناحکیمانه انجام دادیم، فراموش کردیم، کینه و نفرت داشتیم در اون اراده خاص شخصی خودمون، طمع و خودخواه بودیم، مصلحت‌جو و آبروداری کردیم، همراه با فریب شیطان و وضعیت که انسان تا به امروز داره بارها گول شیطان رو خوردیم و نتوانستیم توی یک جایگاه درستی بیستیم. اندیشمندی اعلام میکنه یه آدم خوب همچون آدم بده که هنوز لو نرفته میتونه درگیر بشه. مطابق رومیان 3:23 اعلام میکنه همه گناه کردن، هیچ کس نیستش که آنچه را که خدا در نظر داشته انجام بده. اما با این گناه به نوعی سازش میکنیم، هرچند میدونیم که گناه از طرف شیطانه، هرچند میدونیم گناه دلیلش شیطانه، روح‌های بد هستن، اما زمانی که پیگیر و ریشه یابی بدی هامون رو نمی کنیم آسیب میخوریم، به هم دروغ میگیم، به خودمون دروغ میگیم، خودمون رو فریب میدیم و فکر میکنیم خدا هم فریب میده. شخصی متوجه میشه که بیشتر درآمدش رو همسرش داره صرف خریدن لباس میکنه، یه روز میشینه باش صحبت میکنه، میگه این کار درستی نیستش که تو بیشتر درآمد منو داری صرف لباسایی میکنی که ازش استفاده ای هم نمیکنی. میگه آره وقتی که من میرم توی این فروشگاه ها و بوتیک های لباس زنونه دست خودم نیست، راستیتش شیطون گولم میزنه دیگه، میخرم. میگه ببین این دفعه نهیب بزن، بگو دور شو شیطان و اجازه نده که اون به تو قالب تو بشه، فکر تو بشه و تو لباسو بخری. میگه باشه من دیگه این کارو میکنم. بعد از چند روز که میگذره دوباره میاد خونه، میبینه دوباره یه لباس خریده، میره نگاه میکنه واه چقدرم گرون خریده. میگه همسر عزیزم مگه من به تو نگفتم؟ گفت ببخشید. دوباره شیطان گولم زد، گفت مگه من به تو نگفتم نهیب بزن؟ گفت آره اتفاقا نهیب زدم. گفتم شیطان دور شو، از همون راه دورم منو دید گفت این لباس خیلی بهت میاد، منم خریدم. اگر ما خودمون در فکر و اندیشه این نباشیم که گناه
ریشه یابی کنیم و از اون دور بشیم، مسلم بدونیم که عزیزان حتی موعظه های ما و کلام خدا رو ما تأثیر نخواهد گذاشت و ما هنوز همون موقعیتی هستیم که هرگز خدا به خاطر اون ما رو اونجا نیافریده. از این رو من نه به اراده خود و نه به اراده و خواست دیگران میتوانم اعتماد به زندگی پیروزمندانه داشته باشم و فقط این اراده خدا هستش که میتونه کمک من بکنه. حتما پیروزیایی داشتیم، حتما موفقیت هایی داشتیم توی اراده خودمون، حتما به اراده و نصیحت های دیگران هم ما پیروز شدیم، اما تضمین 100% هیچ موقع نبوده که آیا باز من این دفعه موفق خواهم شد. سلیمان در کتاب جامع 9:11 این گونه میگه: در این دنیا متوجه مطلب دیگری هم شدم و آن این هست که تیزترین دونده همیشه در مسابقه برنده نمی شود و شجاع‌ترین سرباز همیشه در جنگ پیروز نمی گردد. مردم دانا هم گاهی گرسنه می مانند، اشخاص باهوش همیشه پولدار و ثروتمند نمی شوند، مردان با تجربه و کاردان نیز همیشه به جا و مقامی بزرگ نخواهند رسید. اقبال خوب و بد به سراغ همه خواهد آمد. وقتی ما نمیتوانیم به اراده خداوند کاملا تکیه کنیم، آسیبی که میخوریم این هستش که اقتدار مثبتمون رو از دست خواهیم داد. بدبینی ما رو میگیره، سرزنش های درونی باعث خواهد شد که ما توی جایگاه درستی قرار نگیریم و ترس و همون کمبینی و بدبینی دلیلی خواهد شد که من قبل از شکست شکست رو ببینم و درک نکنم که خوشنودی خدا از من دلیل پیروزی من خواهد شد. یک بار دیگه میگم، خوشنودی خدا از من که من اراده او رو میخوام دلیل پیروزی من خواهد شد. حالا اراده خدا چیست که اینقدر ما داریم صحبت میکنیم؟ یه چند تا بشنوم. شما اراده خدا رو چی میدونید؟ چی هستش؟ بشنوم یه چند تا. اراده خدا اولش من میگم نیکوست. خب بعدیش حکیمه، عادله، خیریت ما رو میخواد، برابر محبته، بله جان رستگاریه، به فکر ابدیت ما هست. اراده خدا فقط موقتی نیست برای ما. درس گذشته، هفته گذشته پرداختیم به 4 ذات خدا: محبت، رحمت، عدالت، حکمت. پس اراده خدا این هاست. وقتی من میگم من اراده خدا رو میخوام، یعنی تمام نیکویی ها رو میخوام و نیکویی های خدا در برابر من قرار داره و کمک من خواهد کرد تا بتونم در مسیر هدف درست قدم بردارم. و چون در مسیر اراده خدا هست، دیگه ترس بر من غالب هرگز نخواهد شد. اندیشمند اعلام میکنه عشق به هدف پادزهر ترس و هر نگرانی خواهد بود. نویسنده مزمور 44 سه نیز اعلام میکنه: قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند. خودمونم میتونیم به هم بگیم پیروزی های من و شما توی زندگیمون وقتی توکل به خدا کردیم، عزیزان تفکرات ما نبوده، حتی میخوام بگم به ایمانمونم تکیه نکنیم، چون فیض خدا هست. درسته که ایمان ما قلم روی اول هست، ولی فکر نکنیم که این ایمان من اینقدر زیاد بود تا خدا متقاعد ایمان من شد که 500 کیلو بیشتر از شما بود. نه، خدا به دل من نگاه میکنه. ایمان ما به اندازه دانه خردل، ولی درک درست داشته باشم نسبتش. میگه قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند و به قدرت بازوی خیش پیروز نگردیدند، بلکه با قوت و توانایی تو، منظورش خداست، و با اطمینان به حضور تو که نشانه رضایت تو از آنان بود پیروز گشتند. خوشنودی اینجا کار میکنه. وقتی که خدا از ما خوشنود هست، وقتی ما اراده خدا رو میخوایم، مسلما اونجا خداوند نیست، قوت ما خواهد بودش. باز شاعری اعلام میکنه: راز یک زندگی زیبا این است که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد کامل بکنی، که او کنار تو هست، که او تو را هرگز رها نخواهد کردش. پدری دستش انداخته بود روی شونه پسرش و با هم قدم میزدن.
بهش گفت پسرم فکر میکنی من قوی تر هستم یا تو؟ پسر میگه من. یه خود میره جلوتر میگه یه خود فکر کن ببین پسرم، بازوهای منو داری میبینی که افتاده روی شونه های تو، من قوی تر هستم یا تو؟ دوباره میگه پدر من قوی ترم. پدر عصبانی میشه، هولش میده، میگه یعنی چی؟ تو همان قوی تر هستی؟ میگه نه تو قوی تری. میگه آها ترسیدی؟ میگه نه، تا زمانی که دست تو روی شونه های من بود، قدرت و قوت تو پشتبانی من بود. اگر اجازه بدیم کار خاصی ما نباید بکنیم، اگر اجازه بدیم که اراده خدا، ما اراده خدا رو بخوایم، بهش اعتماد کنیم، اراده خدا رو میخوای، نبوت میشه. یا خدا مستقیما با تو صحبت میکنه، یا به توسط کلام خدا، یا به توسط مرد و زنی که عطا و عطیه یه نبوت رو داره با تو صحبت میکنه. و اگر در اون وفادار باشی، مطمئن باشی تو بدترین شرایط زندگی خدا تو رو حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که آسیب بخوری.